این جامدادی رو که حتی اگه خیاطی هم بلد نیستی با یکی از ظروف دایره ایشه که توی خونه خودت بدوز اگر میخواین آموزش به بقیه هم نشون داده بشه فقط کافیه لایکش کنی و نظرتو این زیر برام بنویسی راستی تمام لوازمی که برای دوخت این جامدادی استفاده میشه توی پیج خرازی خودمون موجوده یکی از لوازم خونتون دیس، بشقاب، سینی یا هر شیی که حالت دایره باشه و قطرش حدود 26 تا 30 سان باشه رو میتونید روی پارچه بذارید و برش بدید و یا اینکه پارچهتون رو به شکل مربع در بیارید دوبار روی هم تا بکنید و با شعاع 13 یا 15 سانت دور تا دورش رو خط کشی کنید و به حالت یک چهارم از دایرتون رو مشخص کنید و یک دایره کامل در بیارید خب پس دو, دو تیکه پارچه یه دونه برای آستر داخلی و یه تیکه برای بیرون کارمون به قطر 30 سانت برش میزنیم 26 یا 30 و به همون اندازه از جوراب گیر استفاده میکنیم و به همون اندازه از زان برای اینکه به قسمت رویه کارمون باید جوراب گیر یا پشم شیشه بچسبونیم که تمامی لوازم تی به خرازیمون موجوده به پشت پارچه اصلیمون زان فیکس و بعدش هم جوراب گیر رو و بعد از اینکه جورابگی رو به پارچه اصلی چسبوندیم حالا پارچه اصلی رو تا میکنیم و دوتا نقطه وسطمون رو چرت میزنیم که وسط کارمون مشخص باشه همین کار رو روی پارچه آستر هم انجام میدیم خب حالا زیپ متری به اندازه نصف دایره حدود ده سانتم اضافه تر از زیپ کاملا باز میکنیم از قسمت بالا حدود 4 الا 5 سانت میایم پایین و به صورتی که دندونه های زیپمون به سمت داخل کار باشه و به روی کار اصلیمون باشه شروع میکنیم به وصل گردن با سوزن یا گیره خیاطی به نیم دایرمون خب حالا از قسمتی که چرت زدیم حدود یکونیم تا دو سانت میایم بالا و دور تا دور زیپمون رو چرخ میکنیم از اون یکی چرت نیم دایرهمون هم دقیقا همینطور باید یکونیم تا دو سانت به سمت بالا بیایم و فاصله بدیم یعنی زیپمون رو نباید بیخ تا بی بیخت. نقطه ای که چرت زدیم بدوزیم بعد از اینکه یک سمت از زیپمون رو دوختیم سمت بعدی هم دقیقا به همون شکل به پارچه اصلیمون وصل میکنیم بعد از اینکه کارمون کاملا دوخ شد این دو قسمت باید حدود یک کنیم تا دو سانت و یا دو نیم سانت باز باشه پارچه آسری رو روی پارچه سلام سونیا امیدی هستم مدرس دوختای فانتزی و مؤسس برند هنری گیلیز اینجا کانال یوتیوب ماست و اگر به هنرهای دوختی فانتزی علاقه من هستی حتما کاران رو سابسکرایب کن که با آموزش های جدید مطمئنم غافل گیری شید راستی یاد نره زنگوله رو فعال بکنی که بعد از آموزش ها سریع به شما خبر داده بشه میذاریم و دور تا دورش رو دوخت میزنیم به جز همون دو قسمتی که باید به همون اندازه حالا تا سه سانت باز باشه خب حالا بعد از اینکه کارمون رو دوختیم از یکی از این دو قسمت باز کارمون رو کاملا برمیگردونیم اتو کشی میکنیم البته قبل از برگردوندن حتما دور تا دور کارتون رو چرت بزنید بعد از اینکه کارمون رو برگردونیم دور تا دور کارمون رو با پای زیپ دوزی میدوزیم و دو قسمت باز کارمون هم دوخت میریم حالا سر زیپمون رو به زیپ میندازیم که من توی هایلایت نکات نحوه انداختن رو براتون گذاشتم خب زیپمون رو تا انتها میکشیم و کارمون رو میبندیم و حالا مجددا از اون سم زیپمون رو سر میندازیم که کارمون بسته باشه حالا فرقی هم نمیکنه و بعد از اینکه زیپمون رو سر انداختیم دو سمت زیپمون رو حالا هم سمت راست و هم سمت چپ و زیر چرخ بندازید و یه چرخ برید که وقتی کارتون کشیده میشه سر زیپ از انتهای کار خارج نشه خب کارمون رو کاملا برمیگردونیم و دو سمت اضافه زیپمون هم باید از قسمت های باز کار در دو سمت کار دو تا مربع به اندازه سه در سه یا چهار در چهار علامت میزنیم و قیچی میکنیم حالا کارمون رو به شکل پاکتی به این شکل روی هم تا میکنیم و این قسمت رو دوخت میریم در هر دو سمت همین کار رو تکرار میکنیم و با نوار اوریب این قسمت رو تمیز دوزی میکنیم اگر از این آموزش خوشت اومد لایکش کن که این استا به عنوان یه آموزش مفید تشخیصش بده و بتونه به افراد بیشتری نشونش بده مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی بعد از اینکه با نوار اوریب تمیزوزی کردیم کارمون رو برمیگردونیم و به همین راحتی خیلی ساده و راحت ما میتونیم خودمون توی خونه جامعه دادی بدوزیم میدونی دیگه این کیف هم برای لوازم آرایشی هم برای لوازم تحریر که الان فصل مدرسه است عالیه راستی اگر از اکسپلور مار تماشا میکنی یه سر به پیج بزن کلی آموزش های ساده و کاربردی و درآمدزا براتون گذاشتم که مطمئنم خیلی راحت میتونید توی خونه بشینید و باهاش درآمدزایی کنید